در طول تاریخ ما با مقوله در واقع سلطه فرهنگی و دوگماتیزم روبرو بودیم. این دوگماتیزم علل و ریشه های مختلفی میتونه داشته باشه. اینکه فرض بگیرید شما در زمینه شناخت، خب این جناب کوپرنیک و کپلر رو حتما همه میشناسید دیگه، اینها یه سری نظریاتی داشتن در مورد ساختار جهان، چگونگی وضع خورشید و زمین و سیارات و این بحث ها و اندیشه هایی که کلیسا ارائه میداد کاملا در تضاد بودن. یا از این طرف فرض کنم بزرگتون که اندیشه های جوردانو برونو یا گالیله، که اینها هم در طول تاریخ زیاد بودن امثال اینها و هر کدوم نظرات رو باز کردن که بسیاری از اونها تاوان سختی هم برای این اندیشه هایی که به درستی بیان می کردن و با اندیشه رایج و حاکم در واقع در تضاد بود و اونها رو بر نمی تابید، اینها تاوان بسیار سختی هم دادن. چرا اونها این تاوان رو دادند؟ برای اینکه نظام مسلط و اندیشه مسلط صلاح نمیدید که این اندیشه ها گسترش پیدا بکنه و در واقع باورهای اندیشه های حاکم رو زیر سوال ببره. این زیر سوال بردن باعث تزلزل حاکمیت ها و سلطه ها می شدند. امروز هم همینطور هست. سلطه هرگز به راحتی تسلیم حقیقت نمیشه. سلطه در بسیاری مواقع انتخاب خودش رو کرده، تصمیم دارد که در مقابل حقیقت بایستد. او به گونه‌ای می‌خواهد واقعیت رو بر حقیقت تحمیل کند. واقعیت اون چیزی است که وجود دارد و اتفاق افتاده است یا اتفاق می افتد و حقیقت اون چیزی است که ریشه در خودش داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون چیزی که درست است، اون چیزی که باید باشد، اینجا در واقع بار اخلاقی و ارزشی دارد حقیقت. و سلطه
حاکمیت سلطه این رو نمیپذیرند. چرا؟ به خاطر اینکه با اون باید باشد مسئله دارد. سلطه و دروغ به واقعیتی که دروغ است میخواهد بگوید که من حقیقت هستم و حقیقت مطلق هم هستم و این رو به اشکال گوناگون سعی میکند که به جامعه و توده های مردم بقبولاند. این چیزیست که امروز در رابطه با امپریالیسم شاهد هستیم، در ارتباط با نظام های تمامیت خواه و مستبد و توتالیتر، که البته این ها هر کدوم یه تفاوت هایی با هم دارن. در این دوره این نظام ها و این ساختار ها هرگز حاضر نیستن سلطه خودشون رو از دست بدن. پس با حقیقت، یعنی آنچه که باید باشد، آنچه که درست است، همیشه مشکل دارند. اینها سعی میکنند که ابزار شناختی و ایدئولوژیک و ظاهراً منطقی برای خودشون ایجاد بکنند. گاهی می آیند از ابزارهای گذشته و صورتبندی های معرفتی و شناختی که قبلا وجود داشته است نگاه کنند، ببینند کدوم یکی از اینها به نفعشون هست و در طول منافع اونها می تونند تعریف بشند. سعی میکنند از اینها استفاده بکنند. یک مثال بارزی وجود دارد، منطقه ارسطو یا منطقه سوری که خود ما داریم. این منطق 2000 سال حاکمیت می‌یابد. خیلی قوی است، منطقه استواری است، نه اینکه درست باشد، قوی است. در قرون وسطا به خصوص در آغاز دوره دوم فلسفه کاتولیکی اسکولاستیک در این دوره یک فیلسوف و متعلقی به نام سنت توماس داکوئن میاد و فلسفه ارسطویی رو از منطق ارسطویی جدا میکنه، فلسفه رو رد میکنه و منطق رو پایه و بنیاد تمام اندیشه‌های خودش قرار میده. قبل از او هم در این ارتباط تلاشایی شده بود و بعد از او هم کلیسا از این مسئله بسیار استفاده کرد. در این منطق گرایش به اطلاق است، یعنی دیدن موضوعات به گونه مطلق انگارانه که این است و جز این نیست. اصولا ساختار دوگماتیسم و
مکانیزمش بر این مطلق گرایی استوار است. این است و جز این نیست. هرچه که ما میگوییم درست است، دیگران همه باطلند، ما همه درستیم. ما خوبیم، دیگران بدند. هر اندیشه متفاوتی در این نگاه دارای مسئله است، مشکل دارد، مشکوک است. خب این منطق 2000 سال حکومت می کند. چرا؟ به خاطر اینکه هم قدرت بقا دارد، هم شرایط اجتماعی و حرکت در واقع بازدارنده و سرکوب کننده حاکمیت کلیسایی و دینی آن زمان باعث می شود که اندیشه ها و نگره ها و شناخت های دیگر امکان بروز و ظهور پیدا نکنند. این همین مقاومت و همین در واقع پایداری منطقه ارسطویی بعداً موجب شد که فروپاشی هولناکی هم داشته باشد. شما به رنسانس اگر نگاه بکنید ببینید کلیت کلیسا و منطقه کلیسایی و حاکمیت و شناخت کلیسایی و همه رو زیر سوال و فرو میپاشه. این چیزی که امروز به نام کلیسا وجود دارد که مترسک بهانه‌ای برای جریان‌های فکری و جریانات در واقع سرخورده مایوس مونده خوشی است. آنهایی که نمیتوانند به جایی متوسل بشوند، خب این هم بهانه است برای ادامه دادن و زیستن. و البته جریاناتی هم باز هنوز از همین مسئله استفاده میکنند و سعی میکنند که در واقع از همین مسئله هم ابزاری بسازند برای باز تحمیق دیگران. این کار را کردن می کنن و در آینده بعید هم احتمالا خواهند کرد. شما نگاه بکنید ببینید که در هندسه اقلیدوسی نوعی نظام مطلق گرایانه وجود دارد. جهان دو بودیست، حجم ندارد، عمق ندارد، هرچه که هست همین است و جز این نیست. جهان رو مطلق می کند، باورهای خاصی رو مطلق می کند و اون در واقع در طول و در جهت همین منطقه ارسطویی است، هم دیگر رو در واقع ساپورت می کنند، مکمل هم دیگر هستند. همه ی نگره ها چنینند. همین امروز ما در موسیقی این مسئله رو می بینیم، در شعر می بینیم، در مذهب می‌بینیم، در تابه‌های مختلف می‌بینیم.
که نگاه دوگم، نگاه مطلق گرایانه، باورهای پیشینی اینا نمیگذارند انسان در واقع به رهایی برسد، به آزادی برسد، به خیشتنش بازگشت کند. اینها همه در جهت از خود بیگانه سازی انسان حرکت می کنند. به باور من جز از طریق ساختار شکنی، جز از طریق دیگر شدن، نو شدن و رنسانس، نه به مفهوم بازگشت به یک گذشته مبهم و نامفهوم، بلکه زایش دوباره، آفرینش دوباره، آفرینش انسان، دیگر دیدن، دوباره دیدن، از نو دیدن، چیزی که اشکالوفسکی در شعر میگه همون آشنای زدایی است. تو باورهای قبلی خودت رو انکار کن، شک کن به باورهای قبلی خودت و از نو نگاه کن. اون باورها شاید درست باشن و شاید هم نباشن. تو باید بازبینی کنی، بازخوانی کنی خودت رو. اگر نه آبی میشوی در یک گودا که سرانجام جز گندیدن و تعفن ندارد. به شعر نگاه کن، هنوز که هنوز است. عشق، این عشق معلوم نیست از کجا آمده، لیلی و مجنون معنا نداره. امروز عشق زیباست، پرشکوه است به نام یک مفهوم و ارزش، مفهوم ارزشی. عشق انکار نشدنی است، هستی برای عشق است، بهانه زندگی عشق است. درست، ولی از اون حرف ها این نمیتونه زیاد راه به جایی ببره و ما رو به جایی برسونه. تخدیر افیون هست. ترانه های ما، موسیقی ما، باورهای ما، ازدواج های ما، فرهنگ ما، روابط ما، من با گسیختگی و فروپاشی موافق نیستم. من با نو شدن و آفرینش، آفرینش در جهت حقیقت، آنچه که میتواند تو را تعالی ببخشد، پیش ببرد، سنگی پیش پای تو نباشد، من با اون موافق هستم. نگاه دوگم و صوت گرایان تمامیت خواهد
رو همیشه متوقف میکنه، به بیراهی میبره و از این بیراه رفتن سودهای سرشاری به مرفتجین این نگاه میرسونه. نگاه به زن اینقدر این نگاه گاهی عقب افتاده است، اینقدر این نگاه ارتجایی و هولناک است که غیرت زن می شود حسادت و حسادت و تمامیت خواهی مرد و نگاه بردهدارانه مرد میشه غیرت. بیچاره غیرت، اینها غیرت برایشون مهم نیست، غیرت چیز خوبی است و این غیرت نیست. آخه این تعریفی است که در جهت سلطه داده شده به غیرت، تحمیل شده به غیرت. اگر نه غیرت بیچاره خودش بیگناه چیز خوبی هم هست. عشق چیز خوبی است ولی بیگمان اینقدر به ابتذالش نکشید. آزادی چیز خوبی است ولی نگاه دوگم، نگاه سطحی، نگاه واپسگرایانه آزادی رو در حد مشروب خواهی بزن و بکن در اندیشه و باروری اندیشه و آزادی اندیشه و حاکمیت انسان بر خودش نمیبینه. بیش از این چیزی نمیخواد، بیش از این که بتونه بیشنوشش داشته باشه، بیش از این اصلا شعورش نمیرسه. و جالب اینجاست که نظام سلطه سعی میکند هر نوع آزادی خواهی رو به این آدم ها و این معیارها نسبت بده. سخن از رهایی انسان از بردگی نمیگوید، ابتذال رو پیش میاره، همون سطحی نگری رو. بلکه اینها این رو میخواند. کسی فریاد میزند حق و حقوق خودش رو میخواد، اون کسی که نمیخواهد این حق و حقوق رو رعایت کنه و گردن بگذاره بر این حقیقت انسانی و ارزشی، میآید و بر اساس همون ابتذالی که خودش گسترش داده و ترویج کرده و اون سطحی نگری میآید و اون حق طلبی و حق خواهی و در واقع آگاهی رو
ابتذالی که خودش گسترش داده، بس داده و ترویج کرده در واقع نسبت به درد. بایستی از ابتذال در هر شکل و شمایلش، هر گونش عبور کنی. بایستی به خودمون، به انسانیت خودمون، به ارزش هامون بازگشت کنیم. اگر خودمون رو پیدا کردیم، اگر حقوق خودمون رو شناختیم، اگر ارزش های خودمون رو دانستیم، زیر بار سلطه نمی رویم، دوگ نخواهیم بود، از خود بیگانه نخواهیم شد، یک جامعه افسرده و بیمار نخواهیم داشت. و آینده آنگونه رقم خواهد خورد که باید. باید به دنبال بایدهای واقعی بگردیم. آغاز این جستجو خود ما هست. باید خودمون رو پیدا کنیم. متشکرم.